به نام خدای مهربان و با درود به رسول مهربان اسلام و خاندان پاک و متحرش و با سلام به شما بزرگواری که این برنامه رو میبینید براتون آرزوی سلامتی دارم بر خونواداتون جمع سمیمی با صفا و سمیمیت در ادامه مجموعه مباحثی که پیرامون حقوق خانواده در جمهوری اسلامی ایران در خدمت شما بودم این برنامه راجع حقوق اولاد یا حقوق فرزندان صحبت خواهیم کرد طبیعتا راجب بحث حقوق فرزند باید انواع نسب رو ما پیشتر مطرح بکنیم لیکن به خاطر زیغ وقت من عرض نمی کنم در انواع نسب یا طرق انتصاب خواهد،, خواهد, گفته خواهد شد که نسب ممکنه شرعی باشه ممکنه نامشروع باشه ممکنه کودک ناشی از لقاح مصنوعی باشه حتی ممکنه کودک فاقد سرپرست باشه تحت عنوان کودک بی یا کودک بد سرپرست صرف نظر از این تقسیم بندی ها ما در بحث حقوق فرزندان چند تا مبحث مهم داریم یکی از اونها ناظر به امور مالیشون یعنی نفقه است یکی از مباحث مربوط به ولایت پدر و جد پدری بر فرزنده و یکی از اون مباحث هم بحث حضانت بر فرزنده من تو این برنامه انشاءالله به یاری خدا این مباحث رو به عرض شما خواهم رسوند همونطور که مشاهده می‌فرمایید ترتیب مباحث ما در این برنامه ابتدا نفقه اولاد بعد ولایت بر طفل و بعد مسائل حضانت اما بحث نفقه اولاد مباحثی که من در برنامه های گذشته درباره نفقه در حقوق مالی زن و شوهر گفتم بعضی از اون مباحث در رابطه با نفقه اقارب از جمله اینجا نفقه فرزند هم قابل اجراست و برای اینکه تکراری پیش نیاد من اونها رو صرف نظر میکنم اما نکاتی که لازم بهش اشاره بکنم یکی این است که ماده 1196 قانون مدنی گفته در روابط بین اقارب فقط اقارب نسبی در خط عمودی اعم از سعودی یا نزولی ملزم به انفاق یکدیگرند منظور از اقارب نسبی در خط عمودی والدین و فرزندانند و ما اقارب نسبی در خط دیگری هم داریم که در عرض هم, مثل برادر و خواهر در رابطه بین برادر و خواهر به لحاظ حقوقی الزام به انفاق پیش بینی نشده یعنی اگر مثلا کسی خواهرش نیاز مالی داشته باشه او قانونا مکلف نیست به او نفقه بده اخلاقا چنین تعهدی بر عهده او وجود داره و یا بالعکس اما در روابط والدین و فرزندان به صورت متقابل قانون تعهد به انفاق رو پیش بینی کرده متقابل که ارز میکنم به این معناست که اگر فرزند ندار باشد پدر متمکن باید نفقه اونو تأمین کنه و یا اگر پدر یا مادری نیازمند مالی باشه بر فرزند متمکن او فرض است تکلیف است که نفقه والدین نیازمند خودش رو تأمین بکنه به همین دلیل گفته که در روابط بین اقارب سعودی یا نزولی یعنی پدر جد پدری نزولی یعنی فرزند یا نوه هر کدوم از اینا اگر طرف م... مکلف تمکن مالی داشته باشه و طرف مستحق هم نیاز مالی داشته باشه نفقه پیش بینی شده قانون تصریح می کند که نفقه اولاد در درجه نخست بر عهده پدر است اگر پدر کودک زنده نباشد یا به دلیل فرق قادر به انفاق نباشد نفقه کودک بر عهده اجداد پدری است در مرحله بعد قانون مادر را مسئول شناخته به عبارت دیگر با بودن پدر یا جد پدری و تمکن مالی اونها مادر هیچ تعهدی به تأمین نفقه فرزندش نداره این تعهد رو منحصرا قانون بر عهده پدر و جد پدری گذاشته دلیل اینکه پدر و جد پدری رو ما ولی بر طفل میشناسیم به خاطر همین مسئولیت های حقوقیشه. اینجور نیست که ولایت فقط امتیازی باشد که قانون به پدر یا جد پدری داده باشه زمانت اجراهایی که برای نفقه پیش بینی شده من همطوری که کردم با زمانت اجرایی که در رابطه زن و شوهری در بحث انفاق اومده در برخی موارد مشترکه یعنی که اگر مردی به همسرش نفق ندهد به لحاظ مدنی می شود قوه قهریه را به کار گرفت و شوهر را مجبور به انفاق کرد در بحث روابط عقارب هم در بحث نفق هم بعضیش قابل اجراست ماده 1197 توضیح داده که شرایط انفاق در بحث نفقه اقارب چیه مستق نفقه باید ندار باشه ملزمه به انفاق با تمکن مالی داشته باشه منظور تمکن مالی هم اینجا تمکن فعلیه یعنی ممکنه کسی الان نداشته باشه ولی قدرت اکتساب داشته باشه بلفل باید تمکن مالی داشته باشه نفقه عقارب رو قانون در ماده 12.04 صفر چهار تعریف کرده نفقه اقارب عبارت است از مسکن و البسه و غذا و اساس البیت به قدر رفع حاجت با در نظر گرفتن درجه استطاعت منفق اگر شما با مباحث گذشته بنده مقایسه بفرمایید با ماده 1107 که نفقه زوجه را تعریف کرده معلوم میشه که نفقه زوجه گسترده تر از نفقه اقارب است در زمان ما بعضی از نیازهای دیگر هم برای تربیت فرزند ضروری شناخته شده که در ماده دوازه نیامده مثلا نظارت و مواظبت دائم از سلامت جسم و روح کودک و اموری مثل تزریق واکسن‌های خاص برای پیشگیری از بیماری‌ها اینا هم جزء نفقه عقارب باید شناخته بشه و ادبیات قانون ممکنه ازش استفاده بشود که نفقه فرض کنید کودک همین موارد مذکور در این قانونه همونطور که اشاره کردم زمارت اجرای مدنی نفقه عقارب همون است که در ماده 1205 اومده من تکرار نمی کنم زمارت اجرای کیفریش هم همون موارد مذکور در ماده 53 قانون نماد خانواده هست که این رو هم من ازش صرف نظر می کنم اما بحث دوم درباره ولایت بر طفله به تأسی از فقه اسلامی قانون پدر و جد پدری را ولی بر طفل شناخته ولایت یعنی نمایندگی قانونی پدر و جد پدری بر طفل ماده 1183 میگه در کلیه امور مربوط به اموال و حقوق مالی مولا علی ولی نماینده قانونی او میباشد اساسا فرق ولایت با حضانت در همین اصطلاح ول ولی نمایندگی قانونی است که این متن به کار برده ولی نماینده کودکه در حالی که حازن مثلا مادر نمایندگی نداره نمایندگی ولی قهری از نوع قانونی یعنی قانون معین کرده بنابراین با قیم تفاوت داره چرا که قیم سمتش رو از حکم دادگاه گرفته بنابراین ولی نماینده قانونی و او کودک هست تصمیمات حقوقی ولی در امور مالی و غیر مالی با رعایت مسلحت یا قبطه قفته طفل با پدر و جد پدری است ارکان ولایت یکیش پدر و جد پدری است که ارز کردم یکیش خود مولا علی است یعنی آن کس که تحت ولایت که طفل نابالغ <تصفح> <تصفح> یعنی کودکی که به سن بلوغ نرسیده دختران کمتر از نه سال قمری پسران کمتر از 15 سال یا غیر رشیده ممکنه بالغ شده باشه ولی صفیح باشه یا مجنون باشه مبنای اداره امور مولا علی هم در قانون پیش پیشبینی شده و اون رعایت قبطه یا مسلحت محجور یا طفله یعنی پدر یا جد پدری در تمام تصمیمات حقوقی خودش برای طفل باید مسلحت خود طفل رایت کنه نه سلیقه شخصی خودش بنابراین اگر در بحث ازدواج باید رایت مسلحت او باشه اگر فرض کنی پدری از دنیا رفته و فرزند از پدرش مالی به ارث برده اداره اموال کودک در این مثال بر عهده جد پدری است ولی جد پدری اموال کودک را باید بر مبنای مسلحت خود تف رایت کنه اموال و حیف و میل نکنه اگه لازم شده از افت مالیتش یا از تلف شدن اون جلوگیری کنه بنابراین تمام امور مولا علیت بر عهده ولی قهری است و ولی قهری باید بر مبنای مسلحت تصمیم بگیره در غیر این صورت ای بسا ولی قهری از سمتش ازل بشه حدود اختیار ولی قهری در امور مالی و غیر مالی مشخص شده اولا اداره امور محجور ماده 1183 سانیان تعیین وسیع برای پس از مرگ به این معنا که پدر احیانا میبینه که در شرف فوت کودک جد پدری هم نداره یا پدر قبلا فوت شده و جد پدریش در معرض فوت نگران برای پس از خود که طفل خردسالش را به چه کسی بسپاره قانون پیش بینی کرده میتونه برای بچهش یعنی برای فرزند خردسالش یا نوه خود برای پس از مرگ وسیع تعیین بکنه اینم تو ماده 1188 قانون مدنی پیش بینی شده اما بحث هزانت از اون مباحث بسیار مهمی است که شاید بگم پر ابتلاتر از سایر مباحثه چرا که برعکس ولایت که فقط برای پدر یا جد پدری پیش بینی شده حضانت برای مادر هم پیش بینی شده این کرد میکنم برای مادر هم پیش بینی شده چون پدر هم حق حضانت داره در این صورت گاهی بین پدر و مادر طفل در بحث هزانت اختلافاتی بروز میکنه به همین دلیل قانون ناگزیر بوده است که ترتیب خاصی را درباره هزانت فرزند پیش بینی بکنه این ترتیب در قانون مدنی مشخص شده اولا تعریفی که برای هزانت آوردن گفتن اقتداری است که قانون به منظور نگاهداری و تربیت طفل به پدر و مادر اعطا نماید یادآور میشم که هزانت با ولایت فرقش در این است که ولایت نمایندگی قانونی و سرپرستی است ولی لطفا هزانت را به سرپرستی ترجمه نکنید هزانت را به نگهداری طفل و رسیدگی به امور جسمی و تربیت او ترجمه بکنید ماده 1168 از هزانت صریحا به نگاهداری تعبیر کرده و آن را تکلیف والدین به شما آورده. ورده البته درباره اینکه مادر مکلف است از طفلش نگهداری کند یا نه مباحثی وجود داره پدر مکلف است مادر حق دارد از طفلش نگهداری کند در فرضی هم که تف پدر ندارد مادر تکلیف دارد از فرزندش نگهداری کند ولی با وجود زنده بودن پدر طفل قانون پدر را مسئول می شناسه. پدر را مسئول تأمین معیشت شناسه. مادر را نمی توان مجبور کرد که از فرزندش نگهداری کنه با وجود اینکه پدر طفل زنده است این مسئله هرچند به سریح، به سراحت در قانون مدنی نیامده ولی از ادبیات قانون مدنی در مجموعه مواد این مطلب قابل استنباطه بنابراین ماده 1168 میگه نگاهداری نگاهداری اطفال هم حق و هم تکلیف ابوینه عرض کردم ظاهرا این ماده ناظر به فرضی است که مثلا در مورد مادر پدر زنده نیست پس حق و تکلیف پدر و, پدر و مادره اما با وجود پدر ظاهرا برای مادر نمیتوان تکلیفی رو فرض کرد حق او ثابت چرا این بحث رو مطرح کردم به خاطر اینکه بین ماده 1168 با ماده یازدن شستانو تعارضی به نظر نرسد مادهش یازده شستانو گفته است برای هزانت و نگهداری تفلی که ابوین او جدا از یکدیگر زندگی میکنند مادر تا سن هفت سالگی اولویت دارد و پس از آن با پدر است این کلمه اولویت دقیقا مبین همین مطلبی است که بنده ارز کردم یعنی مادر مجبور نیست اما اگر بخواهد و شرایطش هم داشته باشه اولویت دارد اینجا یک سری نکات بسیار مهمی وجود داره که لازم راجبش من یه توضیح رو ارائه بکنم اولا قانون بدون اینکه بین فرزند دختر و پسر فرق بگذاره تا هفت سالگی برای مادر اولویت پیش بینی کرده بنابراین فرزند چه پسر باشد چه دختر باشد تا هفت سالگی نزد مادر خواهد موند با این توضیح که ارز کردم اگه مادر شرایط نگهداری شد داشته باشه پس از هفت سالگی هزانت با مادر منتها قانون یک فرضی رو پیش بینی کرده و اون این است که ممکنه پس از هفت سالگی بین پدر و مادر طفل درباره نگهداری او اختلافاتی بروز بکنه اینجا باید چه کرد؟ این اختلافات گاهی از غذا سرنوشت کودک را در معرض خطر قرار میده یعنی والدین بدون توجه به مسلحت طفل هر کدام در مقام استیفای حق شخصی و پافشاری روی مسائل شخصی خودشونن پدر میگه که حق من نزد خود نگهداری کنم مادر هم به خاطر اینکه بچه و خودش جدا نکنه در صدد این است که بچه را نزد خودش نگه داره قانون خوشبختانه در اصلاحاتی که در سالهای پس از انقلاب انجام شده به این مسئله توجه نشون داده و دادگاه را مکلف کرده است که در این مورد با رعایت مسلحت تف تصمیم بگیره لطفا با این برنامه همراه باشید من در ادامه این بحث و گفتگو راجع به همین مسئله توضیحاتی دارم که براتون سودمنده لطفا همراه باشید یه جنبه قدسی داره ازدواج این جنبه قدسی رو نباید ازش گرفت گرفتن جنبه قدسی و همین کارای زشتی است که متاسفانه در جامعه ما رایج شده این محریه های سنگین به خیال این که این مهریه میتوانه پشتوانه حفظ خانواده و حفظ زوجیت باشه در حالی که نیست اینجور حد اکثر این است که اون نمیده امتناع میکنه از دادن میبرنش زندان خب یک سال دو سال زندان میمونه به این زن چیزی نمیرسه او بهره ای نمیبره جز اینکه قانون خانواده هم متلاشی میشه خب اشاره کردم که قانون مدنی حضانت فرزند را حق و تکلیف والدین میداند. این نکته یاد یادآور شدم که در فرض حیات پدر طفل یا جد پدری مادر ظاهرا مکلف نیست. اینکه من با تردید اینو بیان کردم به خاطر اختلاف نظرهایی است که در این بحث وجود داره. صاحب جواهر بحثی رو داره در مورد اولویت مادر در حضانت و همونجا یادآور می شود که مادر می تواند از این حق خودش صرف نظر کنه. قانون مدنی مقرراتش در این بخش سرایت نداره ولی از تعبیر اولویت در ماده 1169 ما میتونیم به این نتیجه برسیم که تا هفت سالگی طفل ام از دختر و پسر مادر اگر بخواهد و شرایط شده داشته باشه اولویت داره پس از هفت سالگی هزانت فرزند با پدر تفله. خب وقتی زن و شوهر متارکه میکنن نمیشود فرزند رو از وسط نصفش کرد ناگزیر باید برای هزانت او یه ترتیبی رو در نظر گرفت چون وابستگی مادر به تف و تف به مادر تا هفت سالگی بیشتره و اساسا رسیدگی به نیازهای تف در این هفت سال عمدتا چیزهایی است که با مادر و بر عهده مادر قرار میگیره این منطق درستی داره که بگیم تا هفت سالگی اولویت با مادر و از اون پس با پدر منطقه قانون مدنی برای ابوین در مقام هزانت یک سری وظائفی رو برشمرده که من پیش از اینکه اینا رو عرض بکنم همون نکته سابق رو مجددا یادآور میشم چون این قانون اصلاح شده و ممکنه هنوز ذهن بعضی نسبت به متن سابق باشه تو متن سابق قانون مدنی حضانت فرزند پسر تا دو سالگی با مادر و از اون پس با پدر ولی حضانت فرزند دختر تا هفت سالگی با مادر بود پس قانون فرق گذاشته بود بین پسر و دختر دختر تا هفت سالگی با مادر از اون پس با پدر پسر تا دو سالگی ولی متنی که الان ما در اختیار داریم و قانون اصلاح شده دیگه فرقی بین پسر و دختر نیست و در هر صورت تا هفت سالگی با مادر پس از هفت سالگی با پدر چه فرزند با مادر باشه هزانتش چه پدر باشه ابوین در مقام هزانت کودک اولا باید نسبت به تربیت کودک تلاش بکنن ماده 11.78 گفته ابوین مکلف هستن مادر ممکنه نخواد فرزندش را بپذیره ولی اینطور نیست که هزانت فرزندش را بپذیره ولی در تربیت او کوتاهی بکنه وقتی مسئولیتش را پذیرفته باید تلاش خودش را انجام بده مکلف هستند که در حدود توانایی خود به تربیت اطفال خیش بر حسب مقتضی اقدام کنند و نباید آنها را محمل بگذارند رهاشون نکنند همینطور ماده 11.8 میگه زوجین باید در تشرید مبانی خانواده و تربیت اولاد خود مشارکت داشته باشند که اینو من قبلا این ماده 11.4 رو قبلا توضیح دادم رضای کودک یا شیر دادن فرزندم در ماده 11 اونم بر اساس اصل مشارکت یعنی مادر به تف شیر میدهد پدر تف نفقه اونو تعمیم میکنه حتی نفقه مادری که بچه شیر میده نفقه اونو تعمیم میکنه تا سلامت تف به صورت حداکثری رعایت شده باشه تربیت ترتیب هزانت رو من توضیح دادم بعد از هفت سالگی و قبل از هفت سالگی سازوکاری که ماده 1169 پیش بینی کرده این است که قبل از هفت سالگی با مادر از آن پس با پدر اما همین مقطع یک سری اتفاقاتی ممکنه رخ بده که در حضانت طفل تأثیر گذار باشه مثلا ممکنه کودک هفت سالش نشده و حضانت با مادره ولی ممکنه مادر صلاحیت نگهداری نداشته باشه در این صورت پدر ممکنه دادخواست بده و خواهان در اختیار گرفتن کودکش بشه یا بعد از هفت سالگی ممکنه مادر ادعا کنه که پدر تف صلاحیت نگهداری اونو نداره اگه ثابت بشه بعد از هفت سالگی دادگاه فرزند را از پدرش جدا میکنه و باز در اختیار مادرش قرار خواهد داد به همین دلیل در اصلاحات حقوقی سالهای اخیر به درستی قانونگذار گفته بعد از هفت سالگی در صورت حدوث اختلاف حضانت تف با رعایت مسلحت کودک به تشخیص دادگاه تفل خورسال نمیتواند از حقوقش سیانت بکنه طبیعتا حفاظت از کودک بر عهده قانونه به گونه ای که حقی از کودک ضایع نشه این حدیث رو یادآور بشم امام باقر علیه السلام از پدرش امام سجاد و او از پدرش سید الشهدا علیه السلام که از ستم به کسی که جز خدا یاوری ندارد بپرهیز مصادیق روشن این حدیث یکی زنان هستند و یکی کودکان کودک نمیتونه خودش دفاع کنه و به همین دلیل باید قانونگذار ساز و کاری رو در پیش بگیرد که حقی از کودک ضایع نشه قانون موانع هزانت رو هم در ماده 1175 برش مرده گفته است تف را نمیتوان از ابوین یا از پدر یا از مادری که هزانت با اوست گرفت مگر در صورت وجود علت قانونی این علت قانونی رو خوشبختانه قانونگذار فهرست کرده پس اگر اقضانت با مادره نمی شود بچه را از مادرش گرفت مگر به علت قانونی و اگر با پدره با وجود این علت قانونی حق هزانت پدر سلب میشه. شود همطوری که ارز کردم خوشبختانه قانونگذار علتها رو مشخص کرده یکیش مربوط به مسائل روانی ماده 11 هفتاد گفته اگه مادر در مدتی که هزانت طفل با اوس مبتلا به جنون شود حق هزانت با پدره هرچند اینجا جنون آمده جنون پدر آمده جنون مادر نیامده ولی از ملاک بند سه ماده 11 افتاد و پنج میتونیم حکم کلی تری رو استفاده بکنیم از جمله این که از این بند بیماری های روانی با تشخیص پزشکی قانونی قانون این رو از موانع هزانت به شما رو و اینجا دیگه بین پدر یا مادر طفل فرقی نذاشته پس چه مادر چه پدر طفل اگه بیمار روانی باشه به قیاس اولویت اگر دیوانه بشه مجنون شناخته بشه به دلیل اینکه ممکنه سلامت تف در معرض خطر قرار بگیره حق هزانتشون ساقط میشه علتهای اخلاقی رو هم قانون برشمرده ماده 1173 با متن نسبتا طولانی پیشبینی های خوبی رو انجام داده گفته هرگاه در اثر عدم موازبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که تف تحت هزانت اوست صحت جسمانی و یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد محکمه می تواند به تقاضای اقربای طفل یا به تقاضای قیم او و و و هر تصمیمی میره که برای طفل لازم تشخیص بده اونا رو اتخاص کنه اون قانون به این ملاک هم بسنده نکرده و اومده مسادیق عدم مواظبت و یا انحطاط اخلاقی رو مشخص کرده لطفا این بخش پایین رو نگاه کنید یک اعتیاد زیانآور. پدر یا مادر اعتیاد داشته باشه حق حضانت رو از دست میده اشتا البته فقط اعتیاد به مواد مخدر هم نیست اعتیاد به الکل مواد مخدر قمار حالا کی میدونه شاید در آینده بعضی از انواع دیگر اعتیاد هم مطرح بشه مثل اعتیاده به شبکه اجتماعی و اتیاده به نت و به گوشی تلفن همراه و مادری که اینقدر غرق در تکنولوژی بشه که از فرزندش قافل بشه امیدواریم این چنین, چنین اتفاقی در آینده نیفته پس انواع اعتیاد اینجا تو قانون مشخص شده اشتهار به فساد اخلاق و فحشا این هم از موانع هزانته ابتلاع به بیماری های روانی این یکی از موانع سوء استفاده از طفل یا اجبار او به ورود در مشاغل ضد اخلاقی مانند فساد و فحشا و تکدیگری و قاچاق تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف خب پدر حق داره فرزندش رو تربیت کنه ای و سا تربیت در بعضی موارد مستلزم قاطعیت باشه ولی پدر نمیتواند به اختزای تربیت مرتکب خشونت بشه و سلامت جسم و جان و روح کودک را در معرض خطر قرار بده تعبیر تکرار نشون میده که حالا اتفاقی ممکنه پدر عصبانی بوده و یاد روی کرده ولی پدری که مکررن در مقام تعدیب فرزند مرتکب ضرب و جرح خارج از حد متعارف میشه این میتونه از موانع هزانت باشه در شمار علتهای قانونی ازدواج مادر را هم باید در نظر گرفت ما باید فرق بذاریم بین حالتی که پدر تف زنده است با وقتی پدر تف فوت شده اگه پدر تف زنده است و با همسرش متارکه کرده زنی که از شوهر متارکه کرده و فرزندی از شوهر سابق داره اگر این زن به مرد دیگری با مرد دیگری ازدواج بکنه حق از دست خواهد داد مگر اینکه بین پدر و مادر این بچه توافق خاصی صورت بگیره پس اگه پدر طف زنده است مادر طف به مرد دیگری ازدواج بکنه حق حضانتش رو از دست میده اما در فرضی که پدر طف در قید حیات نیست قانون پیش بینی کرده که ازدواج مادر طف باعث سقوط حق حضانت او نخواهد شد این جز اصلاحات پس از انقلاب. فلسفه هم این بوده است که ملازمی فرمی ماده 43 هزانت فرزندانی که پدرشان فوت شده با مادر آنهاست مگر اینکه دادگاه به دلایلی مادر را صالح نشناسه خب نکته ای که من اینجا باید یادآور بشم این است که خوشبختانه پس از انقلاب ما میبینیم تحولات حقوقی خوبی در جهت سیانت از حقوق کودکان مالند سیانت از حقوق مادران پیش کرده که هرچند ممکن ناکافی به نظر برسه ولی الحمدلله گام های مثبتی برداشته شده از جملهش همین بوده چون ما در زمان جنگ داشتیم که گاهی زنی شوهرش به شهادت رسیده و او بخواد ازدواج بکنه نگران این بوده است که ممکن آنت فرزندش رو از دست بده این در مورد زنی که شوهرش فوت شده هم میکنه خوشبختانه قانون برای اینکه زنی مجبور نشود بین تشکیل خانواده و نگهداری فرزند نزد خود یکی رو انتخاب بکنه قانونگذار این مانع رو هم برطرف کرده و اگر کسی صلاح خودش رو در ازدواج ببینه میتونه ازدواج بکنه بدون اینکه قزانتش رو از دست بده خب من به یاری خدای متعال تونستم در این برنامه حقوق اولاد را مختصرا توضیح بدم از نفقه فرزند شروع کردیم درباره ولایت بر فرزند ولایت پدر و جد پدری صحبت کردیم و اخیرا هم هزانت فرزند توسط پدر و مادر را توضیح دادیم امیدوارم مطالبی که به عرض شما رسوندم به تقویت آگاهی های شما و اطلاعات شما کمک بکنه سالم و سربلند باشید خدا نگهدارتون باشید